با درود خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، خاطره نورشید هستم. دوشنبه دیگه ای هست و ما در خدمت شما هستیم. امروز 17 ماه امرداد سال 2577 شاهنشاهی کوروش، مصادف با 8 ماه آگوست سال 2018. در برنامه امروز من مهمانی دارم از هلند، خانم مریم معزنزاده، که امروز در خدمتشون هستیم. ابتدا من به شما خانم معزنزاده خیلی خوش آمد میگم. خیلی به برنامه ما در رادیو تلویزیون صدای ایران خوش آمدید. درود بر شما و درود بر بینندگان عزیز و سپاس از این که به من اجازه دادید که اینجا باشم. معزنزاده، چند روز پیش سالگرد، در حقیقت مراسم سالگرد دکتر شاپور بختیار در پاریس بود و روز دوشنبه، اونطوری که من از فیسبوک شما البته این متن رو برمیدارم، اینه که ساعت 4 تا 5:30 مراسمی برای بزرگداشت دکتر بختیار در مونتپارناس پاریس برگزار شد و به شما قبلا به عنوان نماینده آقای بروجردی گفته بودن که 10 دقیقه وقت خواهید داشت که پیام ایشون رو در این مراسم بخونید. اما بعد از اینکه شما به هر حال منتظر موندید و منتظر نوبتتون موندید، دیدید که به اصطلاح جمع‌بندی کردن مراسم رو و به شما فرصتی ندادن. حالا من میخوام این مسئله رو از زبون خودتون بشنویم که شما با کی صحبت کرده بودین، هماهنگیات رو با کی انجام داده بودید و چی شد که این هماهنگی ها اینطوری به هم خورد در روز مراسم. بفرمایید. بله، قرار شده بود که البته خب من خودم تماس گرفته بودم با این گروه، چون یک آگهی و اطلاعیه رو دیدم که مراسمی هست در پاریس و خواستم که پیام آقای بروجردی رو در اونجا ببرم، چون ایشون داده بودن این پیام رو و من از اونها خواستم و گفتم اگر که امکانش باشه و من پیام رو بخونم، من حاضر هستم که این مسافرت رو بیام و به هر حال با هزینه شخصی و این پیام رو بخونم، ضمن خب ادای احترام به آخرین نخست وزیر حکومت پیشین و کسی که آزادی خواه بود و تلاش کرده بود برای نجات میهن، از نجات میهن از دیکتاتوری دینی و نعله. و اینها گفتن که چون به اصطلاح برنامه خودشون رو دارن، باید من صبر بکنم تا ایشون در جلسه این مطرح کنن. آقای علی ایلبهگی بودم کسی که من باشون تماس گرفتم به وسیله خانم یه دوستانم به خانم جیلانی که در این جریان این برنامه ها بود، من به ایشون معرفی شدم و آقای علی ایلبهگی بودم گفتن که ما باید در گروه همون مطرح بکنم و اگه ایشون اونها اجازه میدن. برای من البته خب به خاطر اینکه دیرتر بود گفتم مسئله این نیست، هر جور که به من اطلاع بدید، فقط که اگر من قرار باشه بیام بتونم بلیط بگیرم. بعد ایشون به من تلفن زدن و گفتن که ما شما رو در پاریس میبینیم، متنتون لطفاً کوتاه باشه چون هوا گرمه و مردم باید سر پا بیستن، بیشتر از 10 دقیقه نباشه، سعی بکنید که بیشتر از 10 دقیقه نباشه. و من گفتم باشه و پذیرفتم. بعد ایشون یه اصراری کردن که لطفا متنتون رو هم برای من بفرستیم. من فکر میکردم که باید مثلا در چیز باشه، در سایت بذاریم و اینا، یه جوری باشه که متنتون آماده باشه که ما بتونیم سریع در سایتمون بگذاریم. من فکر میکردم که منظورشون این هستش که متن رو آماده داشته باشم به صورت ورد و وقتی که سخنرانی تموم شد بتونم بهشون بدم. منتها وقتی که رفتم اونجا روز گذشتهش، به اصطلاح بود به ما گفتن که بیاین روز یک شنبه هم یه مراسمی داریم برای آقای زنور و ما رو بردن اونجا، مهمون اونها بودیم. اونجا به من گفتن که شما باید حتما متن رو قبل از سخنرانی به من بدید و من گفتم که این چه چیز نرمال و عادی نیست و طبق روال عادی نیستش که کسی قبل از ایراد سخنرانی متن سخنرانیشو بده، به دلیل اینکه ممکنه فلبداهه چیزی به ذهنش بیاد، کوتاه‌تر بکنه، یه مقدار بلندتر بکنه یا به تم شرط عوض بکنه. وقتی که اونجا سخنرانی ایراد شد، من بلافاصله
هرچی هم که ادیت لازم باشه میفرستم. گفتن نه نه بای، و به اصرار متن رو از من گرفتن و قول دادن که کسی نمیخونه به جز مسئول سایت که میخواد این رو به اصطلاح صفحه بندی بکنه، و من هم خب اعتماد کردم و بهشون متن رو دادم، ولی از قضا اینها میخواستن بشینن جلسه تشکیل بدن و متن ما رو ممیزی بکنن و ببینن که چی هست. و من روزی که اونجا ببخشید ازتون یک سوالی دارم، آقای بروجردی الان در زندان تشریف دارن یا بیرون هستن؟ آقای بروجردی بعد از نزدیک به 11 سال زندانی، در حالی که باید حکمشون تمام شده بود و باید آزاد می شدن، منتها با قرار وثیقه سنگین و تعهدات خیلی مختلف و زیادی، ایشون رو فقط به مرخصی درمانی فرستادن از 19 ماه پیش و ایشون در منزل به صورت حصر خانگی و به عنوان مرخصی درمانی هستن فعلا و تحت مراقبت های امنیتی قرار دارن. بله خانم معززاده، شما به عنوان نماینده در حقیقت آقای بروجردی در هلند هستید دیگه، درسته؟ نه در هلند، ولی یکی از نمایندگان ایشون هستم. بله شما آقای بروجردی رو یک به اصطلاح شما فرمودید توی یه قسمتی که خطاب به اونایی که آقای بروجردی رو دین ستیز مینامند، شما ایشون رو گفتید که در حقیقت یک انسان سکولار و مذهبی هستن. من میخوام ببینم از دیدگاه شما یک انسان چطوری میتونه سکولار باشه و در این حال مذهبی باشه. من ننوشتم سکولار و مذهبی باشن، ولی خب این اصلا خیلی واضحه، خیلی از مذهبیون میتونن سکولار باشن، چون تعریف سکولاریسم این هستش که این به ربطی به اعتقاد شخصی افراد نداره. هر کسی میتونه با هر اعتقادی به هر دینی یا حتی بدون اعتقاد به دین یا پروردگاری لایق باشه کاملا، ولی اعتقاد به سکولاریسم داشته باشه، منظور آتئیسم آتئه باشه و اینکه اعتقاد داشته باشه به سکولاریسم. و چرا؟ چون تعریف سکولاریسم هستش که معتقد باشه که دین از حکومت یا در بعضی از تعابیر دین از دولت یا سیاست جدا باشه و سیاست و دولت بر اساس قوانین دینی اداره نشه. کما اینکه اولین کسی هم که در اروپا باعث رنسانس شد کسی یک کشیش بود که خودش مسیحی بود و اون اومد اندیشه سکولاریسم رو پیاده کرد در حکومت مذهبی کلیسا و باعث شد که شعله های دوران رنسانس شعله بر بشه و به هر حال مردم از حکومت کلیسا نجات پیدا بکنن و این رو یک کشیش استارت کرد. و شما معتقدید که آقای بروجردی به این نوع دین معتقدن که یعنی معتقدن که دین باید از سیاست جدا باشه، درسته؟ من معتقد نیستم، اصلا ایشون هستن، چون که ایشون حتی در دهه های 60 میشه گفت یا حتی 50 هم ایشون در سخنرانی و صحبتاشون عنوان میکردن که مخالف حکومت دینی هستن. پدر ایشون اصلا به خاطر همین اعتقاد به حکومت دینی آخر سر در سال 1981 به قتل رسید در بیمارستان. اینها اصلا خودشون و اجدادشون مخالف جزء روحانیونی بودن که مخالف حکومت ملایان بر به صورت مسند حکومتی بودن و خواهان جدایی حکومت که هیچ حتی پیشرفته تر از سیاست خواستن باشن، که حالا یعنی این که اصلا معتقد به این هستن که اونی که میخواد در راه خدا باشه و خدای رو قبول داشته باشه نباید دچار به اصطلاح وارد سیاست گذاری و سیاست بازی ها باشه. آقای بروجردی این رو با صدای بلند همیشه اعلام کردن، این عقیده خودشون رو و به اصطلاح حمایت خودشون رو از سکولاریسم، و این رو در مقالات خودشون هم نوشتن، موجود هست بعضی از بریده های روزنامه که سالهای گذشته نوشتن، و به همین دلیل ایشون در سال 2006 مورد هجوم وسیع نیروهای امنیتی قرار گرفت و از اون سال زندانی شد، 11 سال بدون وقفه زیر شکنجه، و این هزینه ها رو به این به خاطر این اعتقادش متحمل شد و هنوز هم ایشون دوتا پرونده باز دارن و آزادیشون امضا نشده. سپاس از توضیحاتتون. خانم معززاده اگه میشه شما متنی رو دارید، قبل از اینکه من سوال دیگه دارم ازتون، اگر بشه که شما متنی رو که پیامی رو که در حقیقت
آقای بروجردی برای یادبود دکتر بختیار فرستاده بودن رو اینجا اگه بشه تو خیلی سریع بخونید ممنون میشم. به نظر خیلی طولانی، یه مقدار بله شما زیادی نداریم. برای اگر هایلایت بکنید یه چند تا نکته های مهمش رو در حقیقت. بله، من اولش از سوی خودم درود فرستاده بودم به روان دکتر بختیار و یادآوری کردم که ایشون در دوران صدارتشون 37 روز و اندازه 37 سال در هم شکستن به خاطر خیانت یارانی که نادانی میکردن یا خیانت میکردن و باعث شدن که اهریمن پیروز بشه و انیران بر ایران ما چیره بشه. و سوال کرده بودم که این قسمت هم ناراحت کننده بود، گویا سوال کرده بودم که آیا این سوال رو میتوان مطرح نمود که این بود که دلواپسی اصلی دکتر بختیار رو بیایم روش دست بذاریم که دیکتاتوری مذهبی و حکومت مولاتاریا بوده، یا بررسی حوادث مرداد 32 که این حوادث آیا کودتا بوده یا قیام. و این سوال رو من پرسیده بودم از سوی مردم ایران که الان مردمی که در خیابان‌ها دارن کشته میشن، نباید اینها الان مورد توجه قرار بگیرن به جای توجه دائمی ما و درگیری ما و کشیدن بیرون این خاطرات؟ چون که آرزوی اینجور که اینجا هم گفتن شد، آرزوی دکتر بختیار و یارانش این بود که همه با هم اتحاد داشتن، پس باید دست روی مواردی بذاریم که روی هم اتفاق نظر داشتن. و بعد گفته بودم که من نماینده آقای بروجردی هستم که یک مبارز خستگی ناپذیر هست که در همه صحنه های سیاسی، اعتقادی، فرهنگی مبارزه کرده با این رژیم حکومت دینی و هزینه های زیادی رو متحمل شدن. و ولی بعد ادامه دادم از پیام خود آقای بروجردی که گرفتاری اهل زمین از زمانی شروع شده که قدرت های فکری، سیاسی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی سعی کردن تا مدیریت جامعه را به دست بگیرن، ولی قاعدتاً به دلیل اینکه مردم زیر بار نمی رفتن، من خلاصه دارم میکنم، اونها دست به دامن ماورا شدن و یک موجودی رو به نام خداوند وسط کشیدن نادیدنی که بتونن به وسیله این چیزی که به اسم دین خودشون تولید کردن مردم رو به سلابه بکشن و از اونها سوء استفاده بکنن. ولی این ادیانی که خودشون رو وسط به ماورا معرفی کردن هرگز در زمینه شناساندن خداوند به مردم موفق نبودن. در این که یک آفریدگار این گیتی دارد شکی نیست، ولی حقیقت آن آفریدگار با این خدایی که از زمان آدم تا کنون به واسطه ادیان گوناگون مطرح شده است اصلا مطابقت ندارد و نمیتوان آن را پذیرفت. خدایی که ما از ادیان تحویل گرفتیم خدای کوچک و حقیری است که تنها در کره زمین امر و نهی میکند و کارایی و مدیریت دارد، در حالی که هستی آنقدر بزرگ است که کره زمین در آن گم شده است. و یک سری معزز زاده، من فقط گفتم اگه بشه هایلایت کنید چون این به هر حال خیلی جزئیات پیام چکیده پیام آقای بروجردی. پس این قسمتی بود که گرفتاری اهل زمین از زمانی شروع شد که قدرت های فکری و سیاسی و اینا، این قسمت و آخرش رو من بخونم و آخرش رو من خواستم همین کار رو بکنم. آخرش رو الان بخندی بکنید لطفا، میبخشید چون خواهش میکنم. به دلیل خب من تقریبا دارم هم هایلایت هاشو میگم که ایشون به دلیل اینکه دکتر بختیار سکولاریسم رو مطرح کرده بودن و گوشزد کرده بودن به درستی که حکومت دینی میتونه خطرناک باشه، برای روز یادواره ایشون این رو انتخاب کردن که ما باید مراقب باشیم، ما باید ادیان رو لایروبی کنیم. بذارید من این پاراگراف آخر رو بخونم. ما معتقدیم که حتی روزگار جدایی دیانت از سیاست گذشته است، یعنی مال دیروز بوده است. امروز زمانی است که ما باید خود ادیان را لایروبی کنیم که اصلا اینها وصل به خدا نبودند، وصل به آن جایگاه عظیم و بزرگی که به عنوان فرمانروای آفرینش مطرح می شده نبودند. ما دید ما نسبت به پروردگار فراتر از آن است که تا کنون ادیان آوردند و سیاست را هم سیاست درستی نمی بینیم. ما هم به ادیان اعتراض داریم هم به سیاسیون. سیاست جهانی همیشه در جهت استثمار ملت‌ها بوده. ما از تاریخ هیچ گزارش خوشی نداریم. ما از تقویم بشر هیچ کارنامه زیبایی نداریم. ما از
سیاست هم عبور کرده ایم. سیاست جهانی در هر عصری مبتنی بر انهدام ضعفا بوده. در هر جا که شما نظام طبقاتی می‌بینید، آنجا سیاست شیطانی و مکرامیز است. سیاست درست آن است که همه اهل زمین دارا باشند، از منابع زمینی هم برخوردار باشند، در بهداشت و سلامت و درمان یکسان باشند، فقیری در عالم نباشد، گرسنه‌ای نباشد، دردمندی نباشد. وقتی که هست ما آن را از چشم هم الهیون می‌بینیم، هم سیاسیون. ما هر دو را رد می‌کنیم و جایگاه سومی را انتخاب کردیم که آن عبور از سیاست و دیانت است. بله. سپاس از اینکه این متن رو خوندید. شما من یه سوال دیگه ای دارم. در صفحه یعنی این روزها خبر درگذشت خانم هما خانم سلطانی ایشون علت مرگشون چی بوده و کجا درگذشتن؟ چه اتفاقی افتاده برای این خانم جوان که از دنیا رفتن؟ خانم ندا سلطانی البته دختر آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل هستن. من حالا مستقیما باشون تماس ندارم، ولی اونجور که من هم مثل شما در اخبار خوندم، آقای عبدالفتاح سلطانی سال هاست که در زندانن. یک وکیل مدافع حقوق بشر بودن که اتفاقا برای آقای بروجردی هم تلاش میکردن و از بیگناهی ایشون دفاع میکردن. و این دختر جوانشون که نزدیک به 30 ساله بوده، در اثر خب در رنج دوری پدر که سالهاست در زندان هست، در حال بهشون فشار اومده و در اثر ناراحتی قلبی گویا در گذاشت. کجا بودن این خانم؟ ایران بودن یا خارج از ایران؟ اطلاع ندارم، احتمالاً ایران بودن. بعد نه، چون من یک کاریکاتوری رو که آقای مانا نیستانی کشیدن، عکس پدرشون رو پشت میله های زندان و دو تا هم میله رفته تو کمره ایشون و مرده، و اینکه خود چطور میتونه فشار روحی به حدی برسه که یه جوان بمیره، به هر حال اگر مشکل فیزیکی و اینایی نداشته، چون هیچ اشاره‌ای به علل مرگ ایشون نشده، فقط هی بسته شده به ارتباطش با اینکه آقا پدرشون حقوقدان و مدافع حقوق بشر هستن. اصولا من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که خانم معزنزاده جامعه‌ای مثل جامعه ما داره اینه که در حقیقت یک نوع حالت سمبول سازی هایی می کنن. اگر این خانم مردن باید علت مرگشون مشخص باشه، چه می دونم مریض بودن، این بوده اون بوده، ولی اینکه بیشتر زوم بکنن روی اینکه پدرشون زندانیه، خب پدر خیلی ها توی زندانه، ولی دلیل بر مرگ فرزندانشون نمیشه و این باید مشخص باشه که علت مرگ این دختر جوان چی بوده. ببخشید من اینو ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، این شاید تعبیر زیاد درستی نباشه با عرض معذرت، به دلیل اینکه خیلی ها پدرشون در زندان، همه اونها البته رنج میکشن، شاید به اندازه حالا آقای سلطانی که مطرح شدن اونها مطرح نشن. بسیار از خانواده ها بودن که در راه تصادف کردن، کشته شدن، خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی، یا مثلا خانواده های خانواده خود آقای بروجردی که رنج بسیار کشیدن، مادرشون در زندان بودن بعد اومدن بیرون فوت کردن. اینا همه تاثیرات ناراحتی اون زندانی هم میتونه باشه و خیلی مؤثره. شما فکر کنید یک آدمی مثلا توی همین هلند که من هستم، خب اینها چرا عمرای به این طولانی دارن؟ خیلی آرامش دارن، خیلی امنیت دارن، بالای 97 سال 100 سال عمر میکنن، ولی چرا جوانان ما در کشور ما باید به این زودی بمیرن؟ حالا جدای از آلودگی هوا، جدای از همه اینها، یکی از علتهای عمده اینها میتونه استرس های زیادی باشه که حتی برای تلویزیون دیدن اینا دارن. بعد خب خانواده زندانی که اصلا رنج مضاعف میکشه، و متاسفانه من همینجا اعلام میکنم به عنوان یک مدافع حقوق بشر هم، که خانواده های زندانیان خودشون یک رنج مضاعفی رو به ناحق باید تحمل کنن. حتی اگه زندانی یک جرمی مرتکب شده باشه، که زندانی سیاسی عقیدتی اصلا جرمی ندارن، ولی اونهایی که حتی جرمی هم مرتکب شدن، خانواده هاشون به ناحق باید این رو تحمل بکنن، دوری از اونها، رنج راه طولانی و خیلی چیزهای دیگه که حالا از حوصله این برنامه خارجه، ولی من میتونم بگم که درصد بالایی از ریسک مرگ این دختر جوان همون زندانی بودن پدرش هست. خانم معزنزاده،
به طور خیلی خلاصه در چند کلمه من میخوام اگه شما لطف بکنید و انتقادی که نسبت به مسئولین یا بسیار جبهه ملی که این مراسم رو در پاریس اجرا کردن و این ناهماهنگی و به اصطلاح برخورد بدی که داشتن در چند کلمه اگه بخواین به عنوان یک شخصی که به هر حال در این سیستمشون به شما یه مقدار شما رو تحت تاثیر قرار داده انتقاد بکنید چی میتونه باشه که به عنوان یک حزب سیاسی یا یک گروه سیاسی حتی از درون با هم دیگه در همخوانی ندارن حرکتشون و بسیار صحبتاشون و اینها چطور میتونن وقتی که در کنار هم نمیتونن با هم دیگه بافت اصولی داشته باشن و تفاهم داشته باشن چطور میتونن در ایران فردا اینطوری که میخوان ادعا بکنن نقشی بگیرن در حقیقت؟ متاسفانه در چند کلمه نمیشه گفت ولی من اجازه میخوام تو چند جمله لاغر بگم که ببینید اولا که ما باید یه چیزی رو با هم تصمیم بگیریم. این که میگن سیاست همش دروغ و فریبه و باید اینجوری باشه، این بند سنگ بنا رو کی گذاشته؟ خب همینجا اشتباه کردن، تا آخر هم تا سورالیا میرود دیوار کرد. دروغی که نباید گفته بشه گفته میشه، از اعتمادها سوء استفاده میشه. در مورد خود من این اتفاقایی که افتاده دارم عرض میکنم و این عمومیت داره تو خیلی از گروه‌های سیاسی که صداقت رو کنار میذارن، اسمش رو میذارن سیاست بازی. و همه مردم الان منزجر شدن از این سیاست بازی به دلیل فریب و دروغ و بی‌اعتماد شدن. دوم اینکه خب می‌خواستید جمعیت جمع کنید، من اونجا بیام بگید اینها هستن، چرا بی صداقتی کردید و چرا تا آخر مراسم به من هی میگفتن الان نوبتتون میشه، الان نوبتتون میشه و ناگهان رفتن مراسم رو تموم کردن. خیلی زشت بود. بعد به من میگفتن دیر کرده بودی، در حالی که بهانه بیش نبود، مراسم شروع شده بود، من اونجا بودم، دیر مراسمشون شروع شده بود، سخنران هنوز داشتن حرف میزدن، اولی سخنران داشت حرف میزد، هنوز نوبت من نبود، من رسیده بودم. ولی هی بهانه‌های واهی آوردن افرادی رو که اصلا قرار نبود صحبت کنن. من نمیخوام شما اون قضیه تمام اینها بله بله کاستی های سیاسی تمام این کارهایی که ملی صحبت بکنید بله ببخشید تمام این هایی که برای من پیش اومد که الان ناگهان دوباره صحنه ها جلو زنده شد و گفتم، نشونه های این هستش که اینها نمیخوان. من که جز حزب اونها نبودم، ولی اینها الفبای سیاست رو هم نمیدونن. اینها میگن نمیدونم بیایید جمع بشین، ولی هیچ کسی رو از بیرون خودشون با خودشون خودی حساب نمیکنن. خب تفاوت شما با جمهوری اسلامی چیه که مردم باید به شما اعتماد بکنن؟ جمهوری اسلامی ممیزی داره، شما دارید. جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه عقاید دیگران رو، شما هم دارید. و جمهوری اسلامی سانسور میکنه و میگن اینو نگید اونو نگید و بنابراین و دروغ میگه، فریب میده مردم رو، شما دارید. و این انتقاد بزرگ من هست به این گروه و هر گروهی که مثل اینها فکر میکنن. و یک چیز خیلی مهم این هستش که خیلی از این گروه ها اسم سکولاریسم رو میارن، اسم آزادی بیان رو میارن، ولی نه مفهوم درستی از اون رو اجرا میکنن نه میدونن. این گروه که میگه ما سکولار دموکرات هم هستیم، منتها سکولاریسم فقط این نیست که آدم به اسلام معتقد نباشه. شما یک اندیشه ای رو هم که به خودتون ایدئولوژی حساب بکنید و حاضر نباشین از اون یک قدم پایین بیاین، انقدر متعصب باشید که هیچ کس حرفش رو بزنه بخواید اون رو حذف بکنید، نمیتونن مردم اسم شما رو سکولار بذارین. دیگه دنیای امروز دنیایی هستش که مردم خیلی آگاه‌تر شدن و ما رو خواهند شناخت. بله، متاسفانه این موزلیه که تمامی احزاب سیاسی ما دارن، کتاب و توان انتقاد رو ندارن، داد از به اصطلاح آزادی میزنن، دموکراسی میزنن، ولی این رو در برای همدیگه قائل نیستن، توان تحمل انتقاد رو ندارن، صحبتی که بر خلاف میلشون باشه رو کلن رد میکنن. و شاید به همین دلیله که حتی اگر حکومت اسلامی به هر حال تاریخ مصرفش داره تموم میشه، ولی من شک دارم که حکومت آینده‌ای هم که بیاد روی کار باز با یه همچین منتالیتی که افراد دارن، یعنی ما ایرانی ها داریم کما بیش، بتونیم که در ایران فردا باز به معنای اخص کلمه با آزادی و دموکراسی و حفظ حقوق طرفین بشینیم و مثل انسان با همدیگه جامعه فردا رو بسازیم.
ببینید یه نکته فقط توی حرفه شما هم بود، اگر که الان سوال بزرگی که از احزابی که بعضی وقتا از این حرفا انتقاد میکنه و میگن نه اینطور نیست، این رو جواب بدن، اگر که مردم ما، آیا مردم ما از 80 میلیون جمعیت حداقل دست کم اگر بگیریم بالای 70 میلیون نفر مخالف این رژیم نیستن؟ آیا همه سرخورده نشدن؟ آیا به خفقان اونقدر نرسیده که همه اصلا واقعا منزجر شدن، خودکشی دارن میکنن، حاضرن بیان خودشون رو تیکه تیکه آتیش بزنن؟ این دیگه یعنی نهایت تحملشون تمام شده. چرا این مردم نمیتونن رژیم رو برگردونن؟ فقط سرکوب نیست، سرکوب در همه کشورها بوده، در مصر بوده، همه جا. چطور مردم تونستن ولی ایران نمیتونن؟ چرا مردم نمیان بیرون؟ میان بیرون ولی این 70 میلیون نیستن، همه میدونیم، خودمون رو گول نزنیم. چرا این 70 میلیون مردم، حالا ترسم باشه، سرکوبم باشه، 10 میلیونشون نمیان بیرون تظاهرات کنن؟ خودمون رو گول نزنیم، بیایم نگاه بکنیم به تصاویر، اینا 10 میلیون نیستن. چرا نمیان؟ نیستش که موافق رژیم باشن، بلکه ناامید شدن، خسته هستن و هیچ اعتمادی به ما ندارن با این کارهایی که داریم ما میکنیم، شبیهش رو حالا من این تو این برنامه رو گفتیم، ولی بسیاری از این اپوزیسیون و احزاب سیاسی همین کار رو دارن میکنن و فکر میکنن کسی اونها رو نمیبینه، در حالی که مردم ایران با درایت اونها رو رصد میکنن و میبینن چه کسی راست میگه یا نه. اونها بس که دیگه براشون این همه وعده های دروغینی که از مسئولین جمهوری اسلامی شنیدن و حاضر نیستن دیگه به کسی اینجوری اعتماد بکنن. بله، خوشبختانه این فضای اینترنتی و به اصطلاح ارتباطات امروز پرده از چهره بسیاری از این گروه های سیاسی، احزاب، افراد به راحتی بر می داره و مردم به قول فرمایش شما تشخیص می دن که اصلا احزاب سیاسی دنبال چی هستن، خودشون یعنی دعوای قدرت اینجا یا دعوای حق مردمه. اینا فقط به نظر جداله که کی به قدرت برسه، کی بتونه به اصطلاح پولایی رو که امروز آخوندا دارن میریزن تو حساب بانکیاشون اونا بریزن تو حساب بانکیاشون، یعنی در حقیقت قدرت رو تصاحب کنن. دعوا دعوای حقوق مردم، ایجاد دموکراسی و اینا نیست، اینا شعارهای کلیشه‌ایشونه، ولی در کل فقط اهدافشون میگم رسیدن به قدرته. و این رو چون به قول فرموش شما امروز روز فقط به دلیل ارتباطات که هست که سال 57 نبود و مردم نمیدونستن که خمینی با چه پکیجی داره میاد ایران و رو دست خوردن و الان مردم واقعا توانشو ندارن که یه ریسک دیگه بکنن. و سوای اون من فکر میکنم به دلیل اینکه در حقیقت مردم دنبال یک رهبریت قوی میگردن و اون رهبریت قوی در اپوزیسیون ما نیست اصلا و در حقیقت مثل یه لحافی شده که مثل لحاف ملا نصرالدین، هر کسی داره یه طرفی میکشه این لحافو. اونه که معلوم مردم هم اینجا وایستادن ببینن خود چی میشه آخر این قضیه. حالا مسئله مردم، احزاب ما هیچی، ما وقتی میایم ببینیم که کشورهای غربی هم قبلا سال 57 تصمیم گرفتن، همشون دست به یکی شدن، تو گوادالوپ تصمیم گرفتن شاه رو سرنگون کنن، حکومت پهلوی رو. ولی الان آمریکا میگه اینا برن، اتحادیه اروپا دست به یکی میشه به اصطلاح اینا رو خب ببینید اون موقع هم که اون تصمیمات گرفته شده، حالا بحثش نمیخوام طولانی بکنیم، ولی کی بوده که این لابیگری رو کرده؟ ببینید همین گروه هایی که در قدیم بودن، در حال مجاهدین بودن، احزاب چپ بودن و یه سری دیگه از گروه ها و افراد متمول حتی که الان اسنادش منتشر شده، تصمیم گرفتن برن لابی کنن و اینطوری قولهایی رو به این غربی ها دادن که تونستن از قدرت لابیگری هم استفاده بکنه. اما چرا اپوزیسیون ما نمیتونه استفاده کنه؟ ببینید تمام در یک کلمه الان شما گفتید و خلاصه میشه و اون این هستش که ببینید رو به دوستانی میکنم که دارن فعالیت سیاسی میکنن و یا در احزاب هستن، مردم همونجوری که در این 40 سال عیار جمهوری اسلامی رو سنجیدن و دیگه اعتمادی ندارن، دارن عیار ماها رو میسنجن، عیار کسایی که فعال سیاسی هستن و به خصوص داعیه قدرت دارن و میخوان برنامه هاشون بگن. ما باید اگر میخوایم مردم به ما اعتماد بکنن، اول اینکه برنامه هامون رو شفاف بگیم، اجازه بدیم همه حرف بزنن تا مردم بتونن اعتماد کنن، مثل زمان خمینی نشه
که خمینی دیگه تولید بشه. همه باید حرف بزنن، افکارشون رو بگن، اونایی که احزاب هستن برنامه هاشون رو بگن. چرا شما نمیای سیاست واقعی این نیست که شما جلوی حقیقت رو بگیرید، جلوی حرف مردم رو بگیرید. سیاست اون هستش که بتونید احزاب مختلف رو جمع بکنید، عقاید مختلف رو در کنار هم بیارید. اون وقت هست که قدرت‌های جهانی هم می‌بینن شما کسی هستین، قدرتی هستین، اتحادی هستین و شروع می‌کنن با شما مذاکره کردن. در سوریه به وجود اومده، حتی اپوزیسیون اونها رو تونستن ببرن تو سازمان ملل صحبت کنن، ولی ما همیشه داریم همدیگر رو پایین میکشیم و این اصلا متاسفانه اون وضعیت اسفناکی رو به وجود آورده که فقط دودش به چشم مردم ما خواهد رفت. خب چون به عبارتی جامعه ما فردگراست، یعنی ما هر کدوممون مثل اون تیم فوتبال هست، یعنی تو بازی‌های فوتبال میدونید ما همیشه زیاد فوتبال خوبی نداشتیم، هنوزم به اون صورت خوب نیست. چون وقتی توپو یه کسی میگیره زیر پاش دیگه میخواد تا گل خودش بره، نمیخواد پاسکاری کنه مبادا یه موقع درجه و مقام به دیگران برسه، میخواد توپو گرفته بره تا گل. اونه که تمام این تک روی ها و یعنی فردی نگاه کردن ها به مسائل که به اجتماع ما مربوطه باعث عقب موندگی ماست. ببینید ما الان در کل این اپوزیسیون ده ها نهاد، صد ها گروه سیاسی داریم. جبهه ملی مثلا میشه گفت 50 تا گروه هست که همشون مثلا ریشتن باورهای جبهه ملی هستن. نمیدونم سلطنت طلبها 1000 دستن، اون یکی ها 1000، جمهوری خواهاش چه میدونم 10000 دستن، هر کسی با خصوصه خودش مهستانی، نمیدونم سکولار دموکراسی، نمیدونم فلانی فلانی داره درست میکنه. با اینکه همه اینها میتونن با همدیگه با احترام به حقوق و باورهای همدیگه، اگر واقعا هدف آینده ایرانه، آینده مملکته، کنار هم بشینن و یک تصمیم اساسی بگیرن. ولی نه، اگر اینه که فردا خاطر نورشید میخواد یه حزبی را بندازه که فردا آقای ترامپ بیاد بهش بگه باریکلا من به تو اجازه میدم بعدم بری مثلا حکومت آینده رو دولتش رو تشکیل بدی، بشی رئیس جمهور یا بشی پادشاه، اون یه بحث دیگه است. میدونید الان دعوا یا سیستم اپوزیسیون اینه در حقیقت به نظر من، که میگم هر کسی میخواد دست پیشی بگیره از اون یکی. البته تشکیل احزاب گوناگون بد نیست، میتونم احزاب خیلی گوناگون رنگ و رنگی تشکیل بدم، ولی باید همراه باشم. هم شاخه شاخن. من عرض کردم جبهه ملی الان چه میدونم چندین گروه و مهستان و شهستان و نمیدونم فلان، باید به هم اجازه گفتگو بدن، تبادل افکار بدن و هم رو تحمل بکنن. یک نکته ای رو من بگم که در کامنت ها داشتم، کامنت ها رو مختلف رو که زیر پست خودم در مورد این ماجرا میخوندم، خیلی ها جاهای دیگه هم دیدم از عزیزان ما، چه از فعالین بیرون کشور، حتی آدمای تحصیل کرده ای که مثلا ازشون توقعی میره، در زمینه دموکراسی هم مطالعاتی دارن در مورد جامعهشون، اینها اومدن مثلا میگن فلانی متحول شده، نمیدونم اندیشه های سابقش رو نداره، اندیشه های مذهبی افراد رو میان به چالش میکشن. اصلا ما باید دقت بکنیم شما چی میخوان. شما باید یاد بگیریم، ما باید یاد بگیریم که همدیگر رو همون شکلی که هستیم بپذیریم و نخواهیم نه پرسش بکنیم در مورد اندیشه دینی کسی و اعتقادات شخصی کسی، ولی عملکردها رو ببینیم. وقت گروه های سیاسی هم که میان صحبت بکنن، حالا برنامه هاشون رو بگن، اعتقادات حزبشون رو بگن، این میشه درست. ولی ما تعریف های اساسی رو در مورد دموکراسی یا حقوق شهروندی یا به اصطلاح حق پریوایت، حق به اصطلاح حریم خصوصی افراد رو همه رو زیر پا میذاریم در قالب این که مثلا ما داریم انتقاد میکنیم از آقای مثلا فلانی بروجردی، آیا هنوز به اسلام معتقده یا نه، آیا عقیدش چی. اصلا این اصلا در هیچ جای دنیا، جاهای متمدن و مترقی وجود نداره که کسی از کسی بپرسه چه دینی داری. ولی باید نگاه کرد، نوشته ها رو خوند. همینجا عزیزانی که خودشون رو خیلی روشن فکر میدونن اومدن اظهار نظر کردن بدون این که نه درست متن منو بخونن نه پیام آقای بروجردی رو بخونن. کاملا از کامنت ها مشخصه درصد بالایی از کسایی که اظهار نظر رو نوشتن
اصلا نه این رو خوندن، نه در مورد آقای بروجردی و نظراتش مطالعه کردن. عزیزان من، همین عدم مطالعه و کورکورانه عمل کردن و نظر دادن و رأی دادن و دنبال اشخاص را افتادن در سال 57، خمینی رو که کتاب در مورد ولایت فقیه نوشت آورد حاکم کرد. ما اگر یک حتی اندیشمندان اون زمانمون مطالعه کرده بودن که ایشون چی گفته، هرگز این کار رو نمی کردن. الان هم به همون شدت و به همون شکل کورکورانه میگن اون آخونده، اون کیه، خیلی راحت بگن، بدون اینکه برن ببینن چی گفته، چی نوشته، اعتقاداتش چی بوده، نامه هایی که تو زندان داده چی بوده، همه یکسان. ولی به راحتی میگن این، اگر حتی حقوق بشر، مدافع حقوق بشر خانم نوشید، من همینجا میخوام اعلام بکنم، با من صحبت کرده، گفته ایشون اگر مسلمون نیست، اگر از این اعتقاد به انرژی منرژی این شکلی نداره، حالا من کمکش میکنم. اصلا غیر قابل تصوره، در هیچ کجای دنیا وجود نداره. ما اصلا حقوق بشر مرزی نداره، دموکراسی که اینو نمیشناسه که من فقط باشم. ولی متاسفانه ما ایرانی ها خیلی همون، حالا فسور عمومی بکنه برم، من محور هستم و عقیده من و اعتقاد حزبی من یا گروه من، دیگران همه فرعن و من حق مطلقم. همونجور که به مسلمین ایراد میگیریم که اینها میگن من حق مطلقم، دیگران رو قبول ندارن، خودمون هم تک تک اندیشه خودمون رو همون میدونیم. مشکل ما از اینجاست، تک تک ما باید بدونیم. همش هم میندازیم تقصیر جمهوری اسلامی، در صورتی که خودمون اول مقصر هستیم. اگر ما این ریشه های جمهوری اسلامی، تمام پایه های قدرت جمهوری اسلامی بر اساس سرکوب و ترس مردم نیست، بر اساس همین دنیا طلبی و این قدرت طلبیه که تو دل تک تک ما ریشه داره و انگار پایگاه نظامی جمهوری اسلامی. با روزی که ما اینها رو کنار بگذاریم اون نابود میشه. بله، این بافت فکری ماست. به هر حال این همه از 200 خانوار رو چه میدونم، حالا همشون که از عراق و اینا نیومدن، اینا به هر حال اگه ایرانی هستن و چکیده ای از به هر حال افکار ایرانی. منتها ما میگم همیشه دوست داریم صورت مسئله رو پاک کنیم و فقط انتقاد کنیم. ما ملتی هستیم که 2500 سال، البته 2577 سال پادشاهی کوروش رو یدک میکشیم، ولی به هیچ وجه واقعا به اصول و پایه فرهنگ خودمون فکر نکردیم، نمی کنیم و میگم خودشناسی نداریم. ما ملتی هستیم که خودشناسی نداریم و متاسفانه وقتی خودمون رو نمیشناسیم، نمیتونیم محیط اطرافمون رو هم به درستی بشناسیم و قضاوت بکنیم. سپاس از اینکه به ما امروز وقت دادید، در خدمت شما بودیم و ممنون از وقتی که دادید و به هر حال ازتون اینجا خدافظی میکنم. خواهش میکنم، منم تشکر میکنم و بدرود میگم به همه شنوندگان و بینندگان عزیز. متشکرم. و ما امروز روز خبرنگارم هست. جالبه که بدونید که توی تقویم جمهوری اسلامی 17 مرداد روز خبرنگاره، در شرایطی که در ایران، در ایران ما آزادی بیان، آزادی نوشتن خبر، آزادی به اصطلاح خبر رسانی نیست. من نمیدونم در یک همچین روزی چطوری در ایران میشه به خبرنگاران ایرانی تبریک گفت این روز رو، ولی باید به شهروند خبرنگارهایی تبریک گفت که خبرهایی رو که در کف خیابون و گوشه کنار میفته و برخورد مردم، برخورد نیروهای انتظامی، سپاهی ها با مردم معترض رو در خیابون و کوچه ها و همه جا به تصویر میکشن و برای به بیرون میفرستن و به گوش دنیا میرسونن، چرا که متاسفانه خبرنگاری در ایران اون اصالت و یا به اصطلاح رسالتش رو نمیتونه انجام بده و تا زمانی که قلم و دوربین و فکر یه خبرنگار مسدود شده و به اصطلاح سانسور باید بشه، طبیعتاً خبرنگار نمیتونه اون رسالت خودش رو انجام بده. ولی گفتم وسایل ارتباطات و امکانات امروزه
از تمامی مردم یک شهروند خبرنگار درست کرده که این جالبه، ولی واقعا امیدوارم که یک مقدار برای اینکه اعتراضات خیابانی گسترده تر بشه، مردم ایران به جای اینکه وقتی میبینن یک جمعی دارن تظاهراتی میکنن، بیشتر از اون کسایی که تظاهر میکنن در حقیقت تظاهرات میکنن، در حقیقت دوربین به دستا هستن که فیلم برداری میکنن و سریع توی فضای مجازی پخش میکنن، بیایید دوستان هم فیلم برداری کنید هم شرکت کنید. کنار گود وای نستید از پشت پنجره های توری و از طبق پشت بوماتون فقط فیلم نگیرید، بیایید توی خیابون، بیایید به اعتراضات بپیوندید. چرا؟ چون دیگه زمان تنگه، زمان واقعا نیست، زمان سکوت نیست. تا دوشنبه دیگه همه شما عزیزان رو براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که هر روز یک قدم به صبح آزادی نزدیک‌تر بشیم. بدرود، تا فرصتی دیگه.